در تیتر نخست این مجله پیشنهاد مایی بوده که ما باید از آن در دختران و زنان افغان حمایت کنیم که در سالهای اخیر بسیار تلاش کردند تا با ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های غربی زندگی کرده و آن را به اجرا گذاشتند. تانیا کیهان هستم و این هم چند خبر مهم دیگر. پیوند خانواده و مکتب، تقویت سیستم آموزشی یا دردسر برای پدران و مادران. مگر اینجا اگر 5 دقیقه اولاد ناوخت بره برای والدین زنگ میزنن. مسیر رویاهای یک قهرمان از کابل تا آلمان، تمیم شریفی به دنبال چیست؟ هی هدف ما بود از طفولیت که بتانم روز بیرق سیرنگ کشور خود باید ساز در بیارم. دروازه جهان در آغوش آلمان، راز خابیده در سایه شهرت هامبورگ و تلاش زنان اتریشی برای برداشتن کلیشه های شغلی. فکر میکنم نخستین گامی که باید پیش از ورود زنان با آموزش تکنولوژی معلوماتی برداشته شود از بین بردن ترس آنان است. درود به شما، اینجا اتریش است و من از استیدیوی تلویزیون اکسوس تا نیم ساعت دیگر با شما میباشم. در پی سقوط کابل بسیاری از کشورها به انتقال همکاران محلیشان اقدام کرده و برخی دیگر ویزای بشردوستانه برای گروه ها و افراد آسیب پذیر صادر کردند. در این میان شهردار وین نیز اعلام کرد که حاضر است به 300 زن افغان پناه دهد، اما هنوز جزئیات این موضوع روشن نیست و تا حال حکومت اتریش نیز در این مورد به گونه رسمی اعلام آمادگی نکرده است. جزئیات این موضوع را با چند پرسش دیگر از شهردار وین پرسیدم. پیشنهاد مایی بوده که ما باید از آن در دختران و زنان افغان حمایت کنیم که در سالهای اخیر بسیار تلاش کردند تا با ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های غربی زندگی کرده و آن را به اجرا گذاشتند. این امر در مورد آن از گروه‌های شغلی خاص صدق می‌کند که با کشورهای غربی همکاری نزدیک داشتند. ما به قضات زن، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زن و همچنان به زنان فکر می‌کنم که برای آموزش و تحصیل بانوان زیاد تلاش کردند. از همین رو ما باید برای آنان برنامه اسکان مجدد را روی دست گیریم و آنان را از افغانستان بیرون کرده و برایشان فرصت زندگی کردن در اروپا را مساعد سازیم. برای حمایت از این افراد تعداد زیاد از جامعه مدنی، ارگانها، انجمنها و تعداد کثیر از سیاستمداران در اتریش قد علم کردند. اما متاسفانه مثل گذشته جواب حکومت منفی بود. ما متاسفانه یکی از محدود کشورهای در اتحادیه اروپا هستیم که چنین یک موضع‌گیری می‌کند، در حالی که تعداد زیاد از کشورهای اروپایی از افراد آسیب پذیر در افغانستان اعلام حمایت کردند. ایالت وین علاقه دارد که زنان افغان را کمک کنند، به خاطر که ما می‌دانیم آنان می‌توانند سهم ارزشمندی در شهر ما داشته باشند. با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان، اخراج پناهجویان ممکن نیست. آیا ایالت وین برای جلوگیری از دیپورت پناهجویان در این مقطع زمانی کدام پلان روی دست گرفته است؟ ما فکر میکنم که در این مقطع زمانی اخراج پناهجویان افغان ناممکن است، زیرا حکومت اتریش در موقعیت نیست که بتواند اتریشی ها را به تنهایی از افغانستان بیرون کند. تصور این که حکومت پناهجویان را به کابل اخراج کند دشوار است. سر و صداهای اخیر در مورد اخراج پناهجویان افغان در اتریش یک داستان تبلیغاتی داشت. از 3 ماه به این سو هیچ کسی به افغانستان بازگردانده نشده است، به خاطر که هیچ امکان ندارد. این سر و صداها فقط به خاطر دلایل سیاست داخلی بود که باید اخراج پناهجویان افغان به گونه جدی وارد بحث‌های سیاسی می‌شد. اما ما همیشه به این باور بودیم که فقط افراد مجرم باید اخراج شوند، او هم در صورتی که امکان اخراج وجود داشته باشد، اما نه دختران و زنان پناهجوی ادغام شده که در اتریش برای خود زندگی ساخته و جای پا باز کردند و خصوصا در شهر وین. اخراج این گونه افراد اشتباه است و از این خاطر من همیشه برخلاف این هستم که پناهجویان ادغام شده به کابل اخراج شود. این نه انسانی است و نه هم معقول. رابطه مکاتب با خانواده دانش آموزان بخش مهم سیستم آموزشی اتریش را تشکیل می دهد. اما برخی از پدران و مادران پناهجوی افغان که تازه وارد این کشور می شوند، ممکن است با آن آشنایی نداشته و یا آن را دست کم می گیرند. در این گزارش به تعریف این رابطه مهم و اهمیت آن پرداخته ایم.
آغاز صبح است و آقای تک فرزندانش را به سوی مکتب همراهی می کند. مسئولیتی که کمتر پدران در افغانستان آن را به عهده می گیرند. سهمگیری والدین در آموزش فرزندان و نیز روابط بین مکاتب و والدین چیزی از تازه برای اکثر افرادی که از افغانستان وارد کشورهای اروپایی می شوند. مثلا در افغانستان اکثر پدرها خبر نداشت اولادش محروم می شد. استادشان خبر نداشت که این پدرش خبر داره یا نداره که اولادش مکتب می آید. این واقعیت ما در افغانستان بسیار زیاد دیدیم. مگر اینجا اگر 5 دقیقه اولاد ناوخت بره برای والدین زنگ می زنن، ایمیل می کنن، نخریخ می تن و پرسان می کنن که چرا نامده. روابط میان مسئولان مکاتب و والدین یکی از رکن‌های اساسی سیستم آموزشی اتریش را تشکیل می‌دهد. برای تحکیم این روابط، مکاتب روش‌های گوناگون دارند. یکی از آنها الترن ابند یا شام والدین است که همواره در شروع هر سال تحصیلی برگزار می‌گردد. از گرلیندا براینزل، مشاور یکی از مکاتب در اتریش پرسیدم که این برنامه چگونه برگزار می‌گردد و هدف آن چیست؟ Am Beginn des Schuljahres zum Beispiel در شروع هر سال تحصیلی برنامه الترن ابند میان والدین و آموزگاران برگزار می‌گردد. این یک برنامه معرفی است که در آن والدین، آموزگار و دانش آموز با یکدیگر خود بیشتر آشنا می‌شوند. در کنار برنامه شام والدین، گفتگوی دیگر نیز است که به نام روز والدین یا الترن شپریختک یاد می‌شود. این گفتگو می‌تواند با حضور دانش آموزان و یا بدون آن انجام شود. در برنامه الترن شپریختک نیز والدین دعوت می شود و اشتراک آنان در این برنامه خیلی مفید است برای اینکه بدانند فرزندانشان واقعاً در مکتب چگونه هستند. شاید دانش آموزان در خانه چیز دیگر حکایت کرده باشند، اما والدین در این گفتگو معلومات خوبی به دست می آورند در مورد اینکه مکاتب چگونه کار می کنند و سیستم آموزشی در مکاتب چگونه پیش می رود. Wie die Schule arbeitet und was in der Schule läuft und wie es läuft in der Schule. کلگشپریخ گفتگوی دیگر است که اشتراک دانش آموز در آن حد می‌پنداشته می‌شود. این نشست سه جانبه با حضور والدین، دانش آموز و آموزگار برگزار می‌گردد. اما هدف از حضور دانش آموز در این نشست چیست؟ خانم براینزل می‌گوید: "Bei diesem Gespräch در این گفتگو دانش آموز یک دستاورد و یا یک فعالیت خوب خود را ارائه می کند. مثلا یک پریزنتیشن، یک کار عملی و یا یک چیز مورد علاقه دیگر خود را. در کنار این همه دید و بازدیدها میان والدین و مسئولان مکاتب، آنان همیشه از طریق ایمیل و یا تلفن نیز در تماس می باشند تا از کارکردها و مشکلات روزمره دانش آموزان اطلاع داشته باشند. از خانم براینزل پرسیدم که آنان چه مشکلات در تحکیم روابط با والدین پناهنده داشتند. در قدم نخست والدین پناهنده مشکل زبان دارند و مشکل دیگر این است که آنان نمیدانند که چگونه با مکاتب در ارتباط شوند، چون برای آنان قبلا آگاهی دهی نشده است. از همه مهمتر در روابط بین والدین و مکاتب دانستن زبان خیلی مهم است و روابط زمان بین والدین و مکاتب تحکیم می شود که والدین زبان آلمانی را خوب بلد باشند. دو چالشی که آقای تک نیز از آن به عنوان مشکلات روزهای نخست دوران پناهندگی یاد می کند. مشکل کلان ما زبان ما بود و که ما امرای از جا به زبان نمی فهمیدیم و کمی مشکل از این بود که یا مثلا ما در فکر افغانستان بودیم و اینجا پروگرام ها بسیار دقیق آن تایم و بیخی هم تو باید پونکلی برای زود رسیدگی کنیم. اما پدران و مادران پناهنده چگونه می توانند که بر علیه این چالش ها مبارزه کنند؟ مگیسترات 17 ارگانی که کوشش می کند والدین پناهنده را در این بخش همکاری کند. این ارگان با برگزاری ورکشاپ های آنلاین تلاش دارد تا در مورد سیستم آموزشی اتریش به زبان مادری افراد آگاهی دهی کند. برای اشتراک در این ورکشاپ های آنلاین فقط به فیسبوک اشترتوین سر زده و معلومات کامل را در بخش ایونت به دست آورید. از سوی دیگر مگیسترات 17 قرار است در مکاتب وین ورکشاپ های آموزش والدین را در آینده نزدیک آغاز کند. اگر شما به معلومات بیشتر در مورد سیستم آموزشی اتریش نیاز دارید، حتما به وبسایت این ارگان سر بزنید تا معلومات مفید را به زبان مادریتان به دست آورید و یا اینکه با مشاورین مکاتب در تماس شوید. قرن 21 برای زنان صدای شکست تابوها و کلیشه هاست.
زنان اتریش نیز در این قرن برای از بین بردن بعضی از کلیشه ها مبارزه می کنند. یکی از آنان کلیشه های شغلی است. فعالان حقوق زن در این کشور تلاش دارند تا بانوان بیشتر را وارد شغل های مردانه کنند. بیشتر در این گزارش. گام های استواری که برای توانمندسازی زنان برداشته می شود. استرید نام دارد و زمانی یگانه دختر در محیط مردانه آیتی در دفتر کارش بود. این امر باعث شد تا او برای ورود بیشتر زنان در این شغل گام های عملی بردارد. او با دوستش دوریز انجمن The New IT Girls را تأسیس کردند تا زنان را بیشتر از مزایای تکنولوژی معلوماتی آگاه ساخته و بر علیه کلیشه های شغلی مبارزه کنند. فکر میکنم نخستین گامی که باید پیش از ورود زنان با آموزش تکنولوژی معلوماتی برداشته شود از بین بردن ترس آنان است. تا اکنون بسیاری از زنان شغل آیتی را با موضوعات کلیشه‌ای مثل دانستن ریاضی و یا علاقه ویژه به کامپیوتر ربط میدهند. اما امروزه با دیجیتالی شدن دنیا آیتی در تمام عرصه‌های زندگی وارد شده است و این را باید خانم‌ها بدانند که گزینه‌های زیاد در بخش‌های مختلف آیتی وجود دارد و هر زنی اگر بخواهد میتواند که برای خود یک جایگاه در این دنیا پیدا کند. لیلا خانم از بوسنیا که همکنون در اتریش در یکی از بانک‌های بین‌المللی کار می‌کند. او از تجربه‌های خودش می‌گوید. با باور لیلا زمان و مکان برای شغل آیتی مهم نیست و خانم‌ها می‌توانند در هر جایی که باشند در این بخش به گونه آنلاین کار کنند. زبان‌های خارجی رول مهم را در شغل آیتی بازی نمی‌کنند. فقط کافی است که انگلیسی یعنی زبان بین‌المللی را بدانید. اگر شما دانش آیتی، تجربه و مهارت در این رشته را داشته باشید، می‌توانید در هر جای دنیا در این حرفه کار کنید. فرع الروبی 5 سال پیش به اتریش آمد. دختر عراقی که حالا در اتریش در یکی از شرکت‌های نرم‌افزار کار می‌کند. او میگوید کار کردن برایش در بخش آیتی سخت بود، اما ناممکن نی. با باور او زنان میتوانند بدون تسلط بر زبان آلمانی هم در این بخش در اتریش کار کنند. لسان اصلی در محل کار ما انگلیسی است. بعضی اوقات با مشتری ها آلمانی هم صحبت می کنم. بقیه همه کارها به زبان انگلیسی است. چیزی که در این شغل خیلی موثر است. چون برای من که پناهنده هستم، تشریح اصطلاحات تکنیکی به زبان آلمانی کار آسان نیست. لورا خانم دیگر است که اینجا در کودرسبی به عنوان آموزگار کار می کند. او می گوید زبان آیتی انگلیسی است و افرادی که گواهی نامه بیتسوی آلمانی را داشته باشند می توانند بدون مشکل در این شغل تحصیل نمایند. آنچه مهم است این است که برنامه سازی در تکنولوژی معلوماتی به زبان انگلیسی است. به این معنا که دانش آموزان روزانه به زبان انگلیسی نوشته می کنند. بنابراین دانش انگلیسی برای آنان خیلی مهم است چون در کودگذاری نرم افزارها نیز همین زبان استفاده می شود. این یک چیز واضح است که در محل کار در اتریش باید آلمانی صحبت شود. اما زبان اصلی کار در تکنولوژی معلوماتی انگلیسی است. مثل اینها خانم های زیاد هستند که در اتریش در بخش آیتی کار می کنند و درآمد خوبی نیز دارند. برخی از این افراد زنان و دختران پناهجوان، کسانی که بلدیت نسبی به زبان آلمانی داشته و با تجربه و آموزش قبلی در زادگاهشان در بخش آیتی توانستند خیلی به سرعت در جامعه اتریش ادغام شده و وارد بازار کار شوند. در میان موج خبرهای بد و منفی از پناهجویان افغانستان در اروپا، پناهجویان هم هستند که به موفقیت‌های حیرت‌آور دست یافته و روی ذهنیت مردمان اروپایی تأثیر گذاشتند. در این گزارش موفقیت جوانی را به تصویر کشیده‌ایم که کوشش دارد ستاره ورزش اروپا شود. او با 18 مسابقه فقط 2 شکست در کارنامه دارد. سالون ورزشی در یکی از شهرهای آلمان، جایی که مسیر موفقیت و شکست ورزشکاران را رقم می‌زند. اینجا برای تمیم شریفی نیز تعیین کننده است. جوانی که از فقیرترین کشور دنیا برای پیروزی در مقتدرترین کشور اروپایی عرق می‌ریزد. تمیم شریفی
بخشی نلخریزی ها اینجا به ثمر می نشیند. مسابقه انفیوژن اکتبر 2020 آلمان. امروز این ورزشکار جوان افغان با عباس خرمی حریف ایرانیش وارد میدان مبارزه می شود. ضربات محکم شریفی به سر و صورت رقیبش، ضربات کوبنده ای که ورزشکار ایرانی را زمین گیر کرده و باعث نکاوت آن در راوند دوم مسابقه می شود. نکاوتی که ورزشکار جوان افغان را به قهرمانی می رساند. تمیم از اینکه نام افغانستان را در این مسابقه سر زبان ها آورده است، خیلی خوشحال به نظر می رسد. او احساسات خود را در قالب این پشتک زدن ها بیان می کند. هی هدف ما بود از طفولیت که بتانم روز بیرق سرنگ کشور خود به اعتصاص در بیارم از طریق ورزشم در تمام جهان و عکس که در مغز جهانیان است از افغانستان که جنگ و غربت و فقر است که از سرشان دور کنم و به تمام دنیا بگویم از طریق ورزشم که افغانستان جنگ نمیخواد. در این روزها تمیم برای دو مسابقه نفسگیر دیگر آمادگی میگیرد. مسابقه هایی که قرار است در تاریخ های دوم و 23 اکتبر برگزار شود. او در تاریخ 2 اکتبر با بیزنیک بیچی بیژنی قهرمان سه مرتبه کیک بوکس جهان وارد مبارزه می شود و با تاریخ 23 اکتبر با بیرم گشی رقیبش از کشور کوزو به مسابقه می پردازد. قسمی که شما می فهمین مشکلات کرونا را داشتیم که فعلا کم کم انشاءالله خلاص شده و فعلا هم به تمرین پس شروع کردیم و بسیار سخت تمرین میکنم که دو مسابقه در پیش روی دارم بخیر. این قهرمان ورزش کیک بوکس 20 سال عمر دارد. در سال 2015 با خانوادهش به عنوان پناهجو وارد آلمان شده است. میگوید موفقیت هایش مدیون خانواده و مربیانش است. در آقا آمدم مشکلات زیاد داشتم، سنم خرد بودک، خیلی سختی بود که آلمان آمدم. من با مردم خوب روبرو شدم که یکی از اونا از استاز ما که او مرا همیشه تشویق کرد که من توانستم پیش برم، همیشه مرا کوشش کرد سرم از زیاد. او تا کنون در 18 مسابقه حرفه‌ای با آماتور اشتراک کرده است که 16 برد و فقط 2 شکست در کارنامه دارد. تمیم در 3 مسابقه داش مستر کمربند طلا و در 13 مسابقه دیگر کپ طلا را به دست آورده است. توانایی او به حدی است که در 12 مسابقه با نکاوت کردن حریفای خود در راوندهای اول و دوم حائز مقام قهرمانی شده و در 4 مسابقه دیگر با امتیاز برنده مبارزه شده است. تمیم با وجودی که همیشه به نام افغانستان وارد مسابقات می شود، اما تا کنون هیچ حمایت از سوی نهادهای داخلی افغانستان دریافت نکرده است. اما می گوید مردمش همیشه او را حمایت کرده که این کار سبب تقویت روحیه و انگیزه او برای مبارزه شده است. افغانان ما همیشه مرا تشویق کردن، در مسابقه میرم مرا تشویق میکنن، میان در مسابقه. این تشویق از اوناست که من نیرو میگیرم و به هدفم همیشه نزدیکتر شده میرم. اما استعداد و توانایی های او باعث شده تا در مسابقه های پنجم و ششم حمایت کننده های مالی را در آلمان به خود جلب کند. از اول مرا فامیلم اسپانسر کردن که من به خاطر از او تا ایجر رسیدم اول خودم، و دوم از این که بعد از 5-6 مسابقه بود که من اسپانسرهای زیاد پیدا کردم از فرمای مختلف، از جای مختلف، و فعلا هم اسپانسر دارم که مرا کمک میکنند حساب ورزش و تمرینم. با این همه دست آورد اما تمیم هنوز متوقف نشده است. او دانش آموز مکتب است و میگوید برای تحصیل در رشته دلخواهش نیز آمادگی کامل دارد. هامبورگ، شهر است آشنا برای همه، اما مطمئناً شاید ندانید که این شهر چی نقشه در چرخه اقتصادی اروپا و جهان دارد. بندر هامبورگ یکی از قدیمی ترین بندرهاست که دست کم 170 کشور جهان را به هم وصل می کند. دانستنی های جالب دیگر از این شهر در گزارش از عبدالقیوم عزیزی. آهسته و آرام در دل آب را می روند، کشتی هایی که بار سنگین اقتصاد دنیا را به دوش می کشند. بندر هامبورگ قرن هاست که میزبان این گونه کشتی هاست. شاید شکل و ساختار آنها در امتداد صده ها تغییر کرده، اما هدف آنها تغییر نکرده است. ده ها کشتی تجارتی از کشورهای مختلف در شبانه روز در این بندر تخلیه و دوباره آماده بارگیری می شوند.
بندر هامبورگ که در قلب شهر موقعیت دارد با مساحت تقریبی 100 کیلومتر مربع از مناطق پربازدید و جذاب کشور آلمان به حساب می آید. این بندر 950 بندرگاه در 178 کشور دنیا را به هم وصل می کند و 156 هزار شغل در شهر هامبورگ به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به این بندر وابسته است. نزدیک به 1700 شرکت حمل و نقل در هامبورگ دفتر مرکزی دارند. هامبورگ تنها توقفگاه کشتی ها نیست، بل بزرگترین کارخانه های ساخت ساز کشتی را نیز در خود جا داده. اگر می خواهید اتفاقات شیرین را به هر صورت تجربه کنید، پس عصر و شام ها به قایق سواری به بندر هامبورگ بروید. پل 3 الی 9 کیلومتری هلبرندبورگ نیز در بندر هامبورگ واقع شده است. شبهای این بندرگاه به مانند عروس آراسته و زیبا می شود، به ویژه به گردشگرانی که از طرف شب قایقرانی می کنند. هامبورگ، این شهر بزرگ و معروف آلمان، در میان پناهجویان یکی از بزرگترین شهرهای بزرگ اقتصادی اروپا نیز است. البته موقعیت این شهر در کنار رودخانه البه بیشتر به اهمیت اقتصادی و استراتژیک آن افزوده است. شاید تا حال نمیدانستید که بیشترین واردات قهوه، بزرگترین بازار مواد خام داروسازی در اروپا و همچنین وسیع‌ترین مرکز انبار و تجارت فرش از بندر هامبورگ صورت می‌گیرد. هامبورگ در کنار بندری بودنش جاذبه‌های دیدنی زیاد نیز دارد. خدمت این منطقه به قرن 19 برمی‌گردد و یکی از کهن‌ترین جاذبه‌های گردشگری هامبورگ است. ترانسپورت هامبورگ نیز یکی از مدرن‌ترین سیستم ترانسپورتی در کشورهای اروپایی شمرده می شود. شما می توانید که فقط با خریدن یک هامبورگ سیتی پاس از قطارهای شهری، سرویس ها و حتی کشتی های سیاحتی استفاده کنید. جدا از همه اینها، هامبورگ بزرگترین جمعیت پناهجویان افغانستان را نیز در خود جا داده است. شهروندان افغانستان از سالها قبل در این شهر زندگی می کنند و شمارشان به سرمایه گذاری های انگفت نقش مهمی را در اقتصاد آلمان ایفا می کنند. امیدوارم که سفر سیاحتی هامبورگ خوشتان آمده باشد. در لحظات پایانی مجله خبری قرار داریم. برای آگاهی از مطالب بیشتر به صفحه فیسبوک، یوتیوب و تویتر ما سر بزنید. تا برنامه بعد بدرود.